فعلا صبر کن. اول اون قاتل رو پیدا میکنم، بعدش هم به حساب تو میرسم. یه جیپ مشکی به دیوار خورده، شماره پلاکش هم اینه. این دیگه چیه؟ سریان آمبولانس بفرستین. تو همینجا بمون، جنگ نرو. اینجا چه خبره؟ کنترل ماشین از دست دادیم، خوردیم دیفانس. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت. آروم باش، را بیافتریم باشه؟ زود باش. بشین اونجا، نباش اونجا، نباش اونجا، نباش. کافیه، من میرم. کجا؟ میرم دنبالشون. دخالت نکن آهو، به تو چیزی نمیگیم آهو. نه یا آهو، کافیه دیگه. میرم پیداشون میکنم و میارمشون. ببین منو، توی این محله علکی به من احترام نمیذارن. شما نمیای عمه عمران؟ چرا؟ نمیای. التماس میکنم، لطفا نیا. من میرم همشون رو پیدا میکنم و میارم، قول میدم. حالا کلید مغازه رو بده. گریه نکن، گریه نکن. خفشو با هم حرف نزن. وقتی یه جبیت اومد با اون حرف بزن. به خاطر تو چند ساعت پیش پلیس و معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. من به خاطر تو شلیک کردم، باعث تصادف شدم. اگه طرف بمیره چی؟ داخل پسر. برو بابا. تا این حد میخواستی کسی ندونه؟ تا اونجایی که خودتو به کشتن بدی؟ یه چیز دیگم ها، میدونستم میای. از کجا میدونستی؟ چون تو شریفی. اگه دوستم بود این کارو میکرد. فرار نمیکرد، ترکم نمیکرد، میومد. نگاه کنی، دوست من امروز مرد. بهترین دوستم، بهترینش بود. امروز به خاطر اون باهاتون دعوا میکنم، چون که دوست من قرار بود شریف باشه. اجوید، تو نمردی؟ به خاطر من اومدی؟ به خاطر تو اومدم بچه، چون که اسم من چیه؟ شریف. آره، حالا چی کار کنیم شریف؟ مدرکو که نمیدی. آدم نمیکشی. باشه، پشت سرم هم هیچ کاری نمیکنی. من نقشه میکشم و میگم چطور انتقام بگیریم. ای والا، اگه قولتو بشکنی این کار تمامه. باشه دیگه، اما مدرکو که نمیدی ها؟ یعنی کسی که نمیفهمه ها؟ مگه میخوام از دستت بدم؟ معلومه که نمیدم. داشته گلم.
بلال؟ فکر میکنی تموم شده؟ آره؟ میگی سرنوشت رو تغییر دادی، اما آخرش اسم من حسین کاراله. 20 سال قبل برفن الکرا از جان تریاکی سعید کرم و غزنفر بیرچم مرتکب یه جرم شدن. من میخوام که این جرم رو تعریف کنم. آخرین شب بود. خب اول به کی شلیک کنیم؟ ایبو اینو ببر تو اتاق حبسش کن، منم مدرک رو میبرم آگاهی، منتظرم. بهتون خبر میدم، منتظرم باشین. شرف حسین کجاست؟ شرف هنوز بهم اعتماد نداری؟ شرف با تو هم شرف شرف حقیقت ابدی دوست من، هر چقدر که میخوایی دفنش کن، باز متولد میشه و درون یه قلب دیگه به دنیا میاد. من هیچ کاری نکردم. نمیتونستم. همه چی رو گفتم. تجمی، بلا، زکی و ایبو. تجمی. باشه، کاری نکردم که. علی توپا بگیر. این محاله. نگاه نکن، خجالت میکشم. من دیگه اون زکی که میشناختی نیستم. No, no, no.
اجبیت. بلا بدور، باید اینطوری گفت. وقتی شما نبودین من از همه عکس گرفتم، هر روز عکس گرفتم. اینم نمره همه، میخوام نشونت بدم. یه چیز دیگه هم هست، واسه یه هدیه درست کردم. ببین دستبنده. هیچ کدومو نمیخوام. خوشت نیومد؟ دارم ازت جدا میشم. چرا؟ خیلی گذشته، فراموشت کردم. تو که میگفتی هیچ وقت فراموشم نمی کنی. بهت دروغ گفتم باشه؟ بی خیال شو، منو فراموش کن، از اینجا برو. اما نیا، دنبالم نیا. گفتم نیا، نمیفهمی؟ نمیخوام ببینمت. تو فقط عشق بچگی بودی. با خودت چی فکر کردی؟ که همیشه عاشقت میمونم؟ دیگه بزرگ شو. من بزرگ شدم، دیگه هم دوستت ندارم. به خاطر این بود. دروغ بود. یعنی تو منو واقعا تو چی کار کردی؟ کسی هم میدونه؟ پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتینمنت. برم پیش بلا. بلا، بلا. تو اون وقت شب چرا گذاشتی بره بیرون مامانم را؟ گوشی رو جواب نمیده. تو اون تفنگو بده به من ببینم. باشه باشه، میرم بگردم. باشه. تو کجا بودی آخه از نگرانی؟ چی شده ها؟ بلال او چی شده؟ هی وایسه وایسه ببینم، سب کن. چیزی شده آره؟ کسی کاریت کرده آره؟ وقتی تو رفتی ترسیدم، خیلی ترسیدم. میخوای من دیوونه بشم آره؟ ببخشید بلال، واقعا متاسف. باشه شش شش خلق متاسفم. وقتی ناراحتی پیش کی میری؟ کسی که دوستش داری؟ کسی که دوستت داره؟ پیش کی میری دوست من؟ این وقت شب کی راد میده تو خونش؟
میتونم بیام تو؟ باید حرف بزنم. جز تو کسی رو ندارم. خارج از کشور هستی و به راحتی نمیتونی تراپیست فارسی زبان پیدا کنی، یا اینکه اونقدر هزینه‌اش بالاست که اصلا ازش منصرف میشی و دیگه نمیتونی پروسه‌اشو تکمیل کنی؟ ما با میتانو به شما کمک میکنیم که در هر جای دنیا که هستین در کمترین زمان و با حداقل هزینه با مجربترین تراپیست های فارسی زبان در اقصی نقاط جهان ارتباط بگیرید و مشاوره خوبی داشته باشید. بعد راهمون از هم جدا شد و تا ماجرای زکی همو ندیدیم. استاد، اولین بار اینو به یکی میگم. امشب آهو فهمید. میدونی چی کار کرد؟ رفت پیش بلال. درست‌ترین کارو کرد. آخه چرا باید پیش من بمونه؟ کار خوبی کرد. آفرین بهش. بهش تبریک میگم. آفرین. تو منو پسر خودت میدونستی، چند بار به هم پول دادی اما هیچ وقت بهت پس ندادم و الان هم مجبور نیستی. کسی رو نداشتم که برم پیشش، اما مجبور نیستی قبولم کنی. اگه بگی برو درک میکنم. گرست نهی؟ چایی؟ هنوزم زخم داری. اتفاق دیگه میافته. من اصلا کنارت نبودم. نه آهو، تو چقدر زود گریه میکنی زن. خودم هم میدونم. اما پیشت نبودم. ولی تو همیشه کنار من بودی. همیشه. من سالها بار روی دوشت بودم. به خاطر اجوید. تو از اون موقع اصلا ترکم نکردی. اما من کنارت نبودم. تو لازم نیست کاری بکنی تا من عاشقت باشم. یه روز اگه هر اتفاقی افتاد بیا پیش من. اگه چیزی ناراحتت کرد یا اگه زخمی داشتی بیا پیش من باشه. پیش من اینجا منتظرتم. برات صبر میکنم. آهو، تو نفهمیدی. من نمیتونم بیام بهت بگم زخم دارم. چرا؟ چون زخم من تویی.
قاتل زکی قراره یکی دیگرم بکشه. تو قبرستون مرکزی میخواد این کارو بکنه. نمیدونستم جستو به کی زنگ بزنم. زود برو اونجا. خب گوشم با توه. وقتی رسیدم وکیل اونجا بود، با هم حرف زدیم، باعث شد دیر برسم. قاتل حتما به عرفان زنگ زده بوده، ولی عرفانم قبل رسیدن تصادف کرده. آفرین. به این عرفانم زنگ زدی؟ چیزی فهمیدی؟ نه، فعلا بیهوشه. خیلی خوبه. خب سیم کارت چی؟ رد اونو زدی؟ فکر کنم یه لحظه باش سنگ زده و باز دوباره از گوشی درش آورده. دیگه فعال نیست. عالیه. دو تا جنایت هست و سومی هم تو راهه. ما چی داریم؟ هیچی. چرا از اجاوید بازجویی کردی؟ تو از ارتباط من با این آدم خبر داشتی؟ نه. درست کارترین وکیل دنیاست. خیلی هم به ما کمک کرده. خیلی از موکلین گناهکارشو با دستای خودش تحویل ما داده. امشبم برای کمک اونجا بود. اما تو چی کار کردی؟ کتکش زدی و مثل یه مجرم بازداشتش کردی. من بهت اعتماد کردم پسر. بهت اعتماد کردم. میدونی به خاطر تو جلوی چند تا رئیس پلیس وایسادم پسر؟ اینطوری جواب اعتماد منو میدی؟ اشتباه میکنم غرور؟ حق دارین قربان. بس یه کاری بکن. به خودت بیا پسرم. شنیدم اما باورم نشد. تو قرار مایه غرور این اداره باشی پسرم. تو کسی هستی که نمیتونی ناعدالتی رو تحمل کنی. اما اون عوضی ها وقتی توی زندان و دادگاه همین طور آدم میکشن، تو اینجا مثل یه مرغ دست و پا بسته جلوم نشستی. آخه تو چته پسرم؟ غرور، اگه نمیتونی پرونده رو حل کنی میدمش به یکی دیگه. تا دیر نشده بکش کنار. تو کی دیدی من از یه کاری کنار بکشم؟ عوضیه آشغال. نیازی نیست قربان. خیلی زود قاتل رو براتون میارم. قربان، میدونستی که مجنون از قبرستون به عرفان زنگ زده بود؟ چطور؟ قبرستون رو بررسی کردیم. قبر زکی سینانلی اونجا. پرونده زکی رو برام بیار. اطاعت کن. باید برم. میرم پیش بلال تا یه نقشه بکشم. چه نقشه ای؟ پس از کسایی که دنبالتان فرار نکردی. چی کار کنم؟ سکوت کنم؟ اونا زکی رو کشتن. چقدر باید ساکت بمونم؟ تا کجا چشمامو ببندم؟ خودت میفهمی داری چی میگی؟ پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا اینترتینمنت. تو منو بزرگ کردی. بهم گفتی پسرم. بابام نگفت اما تو گفتی. حالا میخوای تنهام بذاری؟ اجویتی که بهش میگم پسرم از آدم ها محافظت میکنه. پسرم به شکار دشمناش نمیره. هنوزم همون هم عوض نشدم. واقعا هنوزم همونطوری. اون بلالی که بهش درس میدادم الان با یه تفنگ توی دستش میگرده. من توی عمرم فقط یه بار تفنگ دیدم، اونم دست بابام بود. به ایبو هم درس دادم اما حالا قمارباز شده.
من توی عمرم یه بارم قمار نکردم. و حالا میدونی چی شد؟ توی کتاب نوشته کسی که جگرش میسوزه صبر کنه، اونی که دل میسوزونه باید منتظر روزی باشه که دلش بسوزه. پس تنها کمک من به تو منصرف کردنت از این کاره. اینطوری نگو. اتاقت مثل قدیم مونده، بهش دست نزدم، تختت هم سر جاشه، هر وقت خواستی بیای در بروت بازه. اما توی این کار از من کمک نخوا. خیر باشه شریف، این وقت شب چرا خبرم کردی؟ همه خوبه؟ آهو خوبه؟ یوهوی اومد بغلم کرد. باز چی میپرسی؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. باهات کار دارم، سیم کارت از جانو بده. اول فیلم حسینه بده. بلال، سیم کارت. اون سیم کارت لعنتی توی قبر زکی خاک شده. حسین کجاست؟ حرفم حرفه، اون با من. فیلمو نمیدم. حسینو به دادگاه نمیفرستم. شب بخیر داشت بلال، در خدمت باشی. ایوالا داداش. برای انتقام گرفتن ما مثل خودشون رفتار نمی‌کنیم. پس چطوری گیرشون بندازیم؟ اینکه امروز درگیر چه خلافایی هستن رو میفهمیم. حتما جرمی مرتکب میشن. به نوبت پیداشون میکنیم، تک به تک. اما پلیس مراقب عرفانه. دقیقاً. وقتی به هوش بیاد میفهمیم. هنوز چیزی از قزنفر نمیدونیم. پس میریم سراغ سعید. کجا بریم سراغ سعید؟ تو زندان. مدیر زندان شده. چی میگی داداش؟ دارم میگم که همین فردا صبح من و تو و ایبو برمیگردیم به زندان. تو میتونی بدون من زندگی کنی، اما بدون قهوه صبحگاهی نه. اگه امشب نیا یه عشق جدید پیدا میکنه. روزهای سخت بهتون هشدار نمیدن. یواشکی از در پشتی میان منتظر میمونم. همیشه حاضرم. همیشه گوش به زنگم. به حرف هیچ کسم گوش نمیدن. متوقف نمیشن. جایی که انتظار نداری میان سراغت، اما نه وقتی که بیگناه باشی. صبر کن سعید، به زودی زنگ هشدار برات به صدا در میاد. صبر کن. تمام امضا رو گرفتم، وظایفتم برات ایمیل کردم. الان عجله دارم، اگه علی آقا زنگ زد بهم خبر بده. باشه آقای جوید. دیگه نمیخوای با ما حرف بزنی؟ اینطوری نگو رئیس، سر و پا گوشم. میتونی بری. ممنون. با هم رسمی نباش، حق اعتراض نداری. شب با هم یه چیزی میخوریم، باشه؟ وایسا ببینم، چرا باید قبول کنم؟ جوید ببین، بیرسنم خیلی ناراحته. دور هم بشینیم، تعریف کن ببینم چی شده. تو که چیزی از همون مخفی نمیکنی. باشه باشه، ببینم چی میشه. آقای عزیز، بدون وقت ملاقات نمیشه. جون من، ببین الان وقت بهمون بده، بریم آقای جوید تو ببین. من نمیتونم کاری بکنم. خب میشه بهشون بگین آقا ابراهیم اومده؟ آقای محترم. لازم نیست بگی آقای محترم، واسه دیدن دوستم اومدم. زود میبینمش و میرم دیگه. از من نمیتونم کاری بکنم. ای خدا، بابا اینجا چه خبره؟ چرا انقدر سختش میکنی زن؟ چرا نمیذاری بریم؟ چرا وقتمون رو تلف میکنی؟ وقت ما رو خانوم. طوری نیست آیلا. بفهمی. با کی کار داری؟ با آقا جوید کار داریم داشته کنم. شما کی هستین؟ عذر میخوام، جنبالی کی باشین؟ من دوست صمیمی جویدم.
ای خدا، دوست صمیمی اجوید که منم. یه لحظه یه لحظه، پس من چی میشم ها؟ دوست صمیمی اجوید من هستم، خوب دقت کن آقای ابراهیم. اینجا؟ سرمت، بعدا میبینمت. سرمت، بعدا میبینتت. پس یه دو کلمه حرف بزنم، نه چینه من بزنم. اینو میدازم رو تا. به تراپی نیاز داری؟ خارج از کشور یا به راحتی نمیتونی تراپیست فارسی زبان پیدا کنی؟ یا اینکه انقدر هزینه‌اش بالاست که اصلا ازش منصرف میشی و دیگه نمیتونی پروسه‌اش رو تکمیل بکنی؟ ما با میتانو به شما کمک میکنیم که در هر جای دنیا که هستی، در کمترین زمان و با حداقل هزینه با مجربترین تراپیست‌های اقصا نقاط جهان ارتباط بگیرین و مشاوره خوبی داشته باشین. من واقعا دل ازدواج نمی‌کنم. میگم نمیشه ماما، نمیشه. دختر چرا اینقدر لجبازی میکنی؟ عزیزم، 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 عزیزم. میخوایی صدیق و ملیحا رو نامزد کنیم؟ زود باش برو غذر شو. من نمیزم، بمیرم هم قبول نمیکنم. اسم این دختر سر زبونه کسم و اشراف و کار یراست. مادر شان زن خوبی نیست. دیویس هزار این پولو بگی، هم خودت هم دختر دفعه ازدواج منصرف بشی. دختری که هم سن بچت بود الان به خاطر تو زیر یه خرمن خاکه. جای تو اینجا نیست، جای تو زندانه. من به آقا عادل چطوری بگم؟ چطوری بگم اگه مرگ جدا بود؟ میخواستم با برادرزادت ازدواج کنم. چطوری به پدرم بگم با سرهات بزرگترین خطا رو مرتکب شدن؟ شما عادل دمیگا پسر زاده بدون هیچ اجباری زمراد پول اغلو دختر رستم رو به همسری قبول میکنید؟ با توجه به اختیاراتی که قانون مدنی به هم داده، شما رو زن و شوهر دارید.